زن شریف و غیرتمندی از آمریکا ضمن کمک ارزشمند خود گفت: اگر بهای کمک به سیمای آزادی رفتن زیر بار سنگین ترین قرض ها هم باشد، دست از کمک نخواهد کشید و آن را وظیفه خود می داند. هموطن دیگری ضمن اهدای کمک تأکید کرد که هیچ افتخاری بالاتر از پاسخ گفتن به دست های پاکی که به سمت ما دراز شده نیست. جمعی از دانشجویان دانشگاه کرج که سیمای آزادی را قلب تپنده مردم ایران توصیف می کردند، ضمن اهدای کمک جمعی خود از سایر دانشجویان و جوانان خواستند که در قبال این رسانه مردمی مسئول باشند و از هیچ تلاشی برای یاری رساندن به آن دریغ نکنند. روابط عمومی سیمای آزادی اعلام کرد که در هفتمین همیاری ملی با سیمای آزادی، کمک‌های نقدی هموطنانمان از تمامی برنامه‌های قبلی بیشتر بود و از نیم میلیون دلار فراتر رفت. به این ترتیب موج حمایت‌های مادی و معنوی جلوه درخشانی از آمادگی شرایط اجتماعی و عزم جزم ملی برای برکندن ریشه استبداد و نیل به آزادی را در آغاز سال نو بارز نمود. سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ضمن قدردانی و سپاس فراوان از همه عواطف پاک و غیرت‌ها و همت‌های ملی در هفتمین برنامه همیاری به برخورداری از این همه حمایت و اعتماد مردمی افتخار می‌کنه و بر عهد خود با مردم ایران برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و تلاش هرچه بیشتر برای رساندن صدای آزادی خواهی و مقاومت مردم ایران در سال تعیین کننده‌ای که در پیش روست تأکید می‌نماید. ما تحویل شد، یکی در پیام اول، در پیامی که خواهر مریم بهمون دادن و شما خواهر رو آوردید به خانه های ما و ما رو بردید به پیش ایشون و همچنین ما رو بردیم پیش دلاوران شهر اشرف و ما نمیدونیم با چه زبونی و با چه کلمه ای از شما تشکر کنیم و این به بزرگترین و بهترین ابتکاری بود که و بهترین عیدی بود که شما به ما دادید و دومین عیدی که به ما دادید و سال ما رو نو کردید، درختان ما رو دوباره شکوفا کردید و دلهای ما رو دوباره گرم کردید، پیام نوروزی و پیام برادر عزیزمون بود که قلبهای ما رو دوباره روشن کرد. سیمای آزادی، صدای جوانان طیور، طیور وطن و مردم به پا خواسته ایران است. کمک مالی برای و پاداش در این وطنه بی نظیر کوچکترین وظیفه ما است. اگر خدا قبول کند مبلغ 16,000 دلار که وسط جمعیت همیاران مکبر استداد سلام بر آزادی. ما تعداد 42 نفر از اعضای انجمن پناهندگان سیاسی هوادار مقاومت در هلند به نمایندگی از طرف صدها تن امضا کنندگان تومار تعهد بر مرزبندی آهنین با تمامی جناح‌های رژیم آخوندی تا سرنگونی کامل آن مبلغ 1600 یورو را تقدیم سیمای آزادی می نماییم. سیمای آزادی هم مثل قلب ایرانه که به مردم شهرهای مختلف ایران خبرهای حقیقی رو میده. یعنی اگه شده ما دانشجوها کتاب نخریم، دفتر نخریم، فقط یک وعده غذای دانشجویی بخوریم، حتی یک در مشروط هم بشیم، اما هر طور شده این قلب تپنده رو در پا نگه میداریم. بیا بیا که حیات و نجات خلق تویی، بیا بیا که تو چشم و چراغ یعقوبی، که واقعا شما بیش از 11 ساله که آفتاب میکارید بر دلهای سرد و مرده از ستم خمینی،
اما امروز گلهای آفتاب رو درو میکنیم. انشالله بتونم تا 1000 اورو جمع کنم تا چشم آخونده بیشتر کورشه، تا سیمای آزادی در خونه همه ماها همچنان آفتاب روشن باشه. با توجه به این که میدونم الان بعد از این احتمال همه جور دستگیری ضرب و شرط همه چی هست، ولی ما نمیتونیم این همیاری رو فراموش کنیم و مقداری که گفتم یه مقدار 100,000 تومان پول کمک بخواستم بکنم. میخوام بگم که شما تنها صدای صادق موجود در جهان هستید. به خدا فقط شما هستید که آینه حقیقتی رو بست. و بعد میخوام به مردم دردمند هموطنم پیام بدم که باور کنید شما تنها نیستید. شما از یک رهبری سرفراز و بی همتا برخوردارید که تا حق شما رو نگیره دست از سر آخوندهای ددمنش و مزدوراش بر نخواهد داشت.